دوستان یک سری اتفاقات داره دور و بر ما میفته، در عین اینکه ظاهرا پارادوکسیکال و متناقض نماس، اما بسیار بسیار با هم ارتباط داره. مثال براتون میزنم، آقا چرا انقدر اعداد 9 و 11 در اطراف ما داره تکرار میشه؟ حواستون اینجاست، 9 و 11 و مضارب عدد 11، خصوصا مضرب 3 11 یعنی 33، چه دلیلی داره؟ آیا فکری پشت سر این مسئله است یا یک اتفاق خاص؟ اتفاق محض، هیچ مسئله خاصی نیست و برنامه ریزی شده نیست. چرا جنگ لبنان 33 روز طول میکشه؟ چرا 11 سپتامبر 11 ماه نهم اتفاق میفته؟ چرا جنگ غزه 22 غزه 11 ضرب در 2؟ چرا کشور اسرائیل تو طول و عرض 33 درجه زمین قرار، یعنی محل تلاقی جغرافیایی طول و عرض 33؟ آیا ارتباطی بین این هست که حمله به طبس در ایران تو مدار 33 درجه زمین با در تمام کارشناسان نظامی گفته بودن و در کبیر سمنان بنشینید و بعد به تهران حمله بکنید؟ آیا دلیلی داره که دو تن از رئیس جمهورهای امریکا ترور میشن؟ دو تاشون کیا؟ جان اف کندی و قبلترش آبراهام لینکلن، دو تن از بهترین و خوشنامترین ریاست جمهوری ها ایالات متحده. یعنی دو تا رئیس جمهور خوب شما رو خواهد اسم ببره، همین دو تا رو باید بگید. دو ترور و خیلی جالبه، جان اف کندی در شهر دالاس مدار 33 درجه زمین ترور میشه، آبراهام لینکلن رو صندلی 33 شماره 33 تئاتر. اینها برنامه ریزیشون برای سال 2012، زمانی که 33 سالگرد انقلاب توه، زمانی که 33 دولت اسرائیل سرکاره، زمانی که 44 رئیس جمهور آمریکا سرکاره. نمادگرایی یه دونه مثال واسه بیارم، یه مصداق، سال 1945. از 1776 پیش اینا هی میگفتن آی آور گلدن ایر، سال طلایی ما، سال طلایی ما که هست 1945. آ چی میخواد بشه 1945؟ دیدید چی شد؟ جنگ جهانی اول و دوم خودشون رو انداختن، امپراتوری ها رو تجزیه کردن به کشورهای کوچیک که راحت برن تصرف بکنن. آمریکا شد ابرقدرت جهان، درسته؟ اولین کشور ماسونی شد ابرقدرت جهان. 1945 بمب اتم آزمایش میکنه، 1948 اسرائیل اعلام موجودیت میکنه. چطور؟ توی سازمان ملل به رسمیت میشناسنش. 33 تا رأی موافق، 13 تا رأی مخالف، یعنی انتقال قدرت از 13 به 33 از امریکا به اسرائیل. میگم دیوانوار نمادگراست، متحجره در این مسئله. حالا چرا 1945 چی کار میکنه؟ برای اینکه 1945 از 1776 هم کنم میشه 169، 13 ضرب در 13. 1945 بمب اتم میندازه تو کجا؟ مدار 33 درجه زمین، درسته؟ در زمانی که 33 رئیس جمهورش ترومن، هری ترومن. لذا 2012 رو تعیین کرده. یک فیلم براتون پخش میکنم، خیلی کوتاهه اما بسیار بسیار مهم، هیچ جای دیگه هم پخش نکردم، اینجا میخوام ازش پرده برداری کنم. این فیلم 2012 از نگاهی دیگره. Who, my ex-wife, last thing she said to me, she never wanted to see me again. So be it. من میخوام صحنه آهسته باشه، خوب دقت کنید، خواهش میکنم. بذار اول حالت عادی ببینید، خوب دقت کنید چون من نمیتونم پاوز بکنم، عنایت داشته باشید. مجبورم روی فیلم صحبت کنم و حدود 2 ثانیه 3 ثانیه بیشتر فیلم نیست. خوب دقت بکنید. ببینید این کلاه داره، این اصلا بسیجی لباس خاکی تنشه. ببینید داره میبوسه داخل تابوت رو، نگاه کنید. یک نفر دیگه پس میزد، اینا داشته شد، یک بار دیگه نگاه کنید، نگاه کنید. این میخواد ببوسه، این میکشنش عقب، ببینید میزنه تو سر، لباس مشکی ریشو دیگه از این واضح‌تر شده. اما این چه صحنه‌ایه دوستان؟ میدونید که پیکر مطهر حضرت امام وقتی با تابوت معلولی آوردن به خاطر علاقه زیاد مردم شکست تابوت، برگردوندن دوباره تو تابوت فلزی گذاشتن. لحظه ای که داره اهانت به تابوت میشه داره اشاره میکنه، یعنی سال 2012 ما دوباره نبش قبر خواهیم کرد. خیلی مسائل رو خیلی ریز اینو اشاره میکنه، در حد 2-3 ثانیه از جلو چشم شما میگذره. نقد 2012، من تمام نقدهای 2012 رو خوندم و نگاه کردم، هیچ کس اشاره نکرد دو جا به طول ریز به ایران اشاره میکنه. اگر اینجا نوشته میسیو ارثکویک، خب زلزله بزرگ، من راجع به همینم حرف دارم. چرا گفته فلان؟ چرا گفته تو آمریکای جنوبی؟
هزار تا نماد و چیز پشت سر این نهفته است عزیزان. اینو گفتم تا سنسورهامون یه خورده فعال بشه، یه خورده به خودمون بیاد، یه فکری بکنیم. امروز داعی دار ظهور ماییم، اون امام زمان دلش به ما خوشه، ما کجای کاریم؟ یه خورده به خودمون بیاییم.